مقامات امارات متحده عربی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کردند تا در کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل موسوم به کوپ 28 که در ماه نوامبر در دبی برگزار می شود شرکت کند. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی و شیخ محمد بن راشد آل مکدوم حاکم دبی علاوه بر بنیامین نتانیاهو، از اسحاق هرزویگ رئیس جمهوری اسرائیل و ده ها تن از رهبران دیگر کشورهای جهان از جمله بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آوردند که این مسئله مورد توجه ناظران قرار گرفته است بنیامین نتانیاهو بلافاصله این دعوت را پذیرفته و از مقامات اماراتی به خاطر این اقدام تشکر کرده است اسرائیل و امارات متحده عربی به عنوان بخشی از توافقنامه ابراهیم در سال 2020 عادیسازی روابط دو, دو جانبه را به طور رسمی آغاز کردند گرچه این نخستین سفر رسمی نتانیاهو به امارات بعد از عادی سازی روابط است به گفته روزنامه تایمز همزمانی این سفر با تمایل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با آشتی دادن میان اسرائیل و دیگر کشورهای همسایه آن هم پس از عادی روابط ایران و عربستان تحت نظارت چین امیدواری ها را برای آشتی بشار اسد و نتانیاهو افزایش می دهد.